شما شنونده دروس شاگردسازی سازی در رادیو جهانی پارس هستید. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه باشید. به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعمق و حفظ کردن آیات یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم بر مفهوم یک آیه از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی های شاگرد عیسی مسیح و سپس آن را حفظ خواهند کرد. در این مجموعه دوم خدا در مورد پنج ویژگی که زندگی یک نوع ایمان را متمایز می کنند تعلیم می دهد. مسیح، کتاب مقدس، دعا، مشارکت با مسیحیان دیگر و شاهد بودن. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است. یک شاگرد با دیگر مسیحیان ملاقات می کند. نکته یک تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس آیه جدیدی که از کتاب مقدس بر آن تعمق خواهیم کرد و آن را حفظ می کنیم اول یوحنا فصل یک آیه 7 است از یک دیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به ما کمک کنند بر حقایق مکتوب در کتاب مقدس تعمق کنیم اجازه دهید اول یوحنا فصل یک آیه پنج الهف را بخوانیم. اول یوحنا فصل یک آیه پنج اله هفت این است پیامی که ما از او شنیده ایم و به شما اعلام می کنیم. خدا نور است و هیچ ظلمتی در او نیست. پس اگر بگوییم با او متحد هستیم و در عین حال در ظلمت زندگی می کنیم، معلوم می شود که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست است. اما اگر در نور به سر می بریم، همانطور که خدا در نور است، در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم و خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. آیه حفظی این است. مشارکت اول یوحنا فصل یک آیه هفت. اما اگر در نور به سر میبریم، بریم، همانطور که خدا در نور است، در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم و خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. اول یوحنا فصل یک آیه هفت نور چیست؟ نور واجه است برای آشکار شدن حیات و دیدن آن. نور واجه است که برای توصیف پری ذات خدا استفاده می شود. نور صفات پرجرال خداست مثل تقدس، عدالت، راستی، حکمت، محبت، قادر متعال و حاکمیت او زمانی که حیات یا صفات خدا آشکار و متجلی می شوند می توان این حالت را با نور او شهر داد نور ویژگی های مرئی خداست عیسی مسیح ویژگی های خدا را مرئی ساخت از پیروان عیسی مسیح دعوت شده است تا در نور سلوک کنند یعنی بر طبق ویژگی های خدا رفتار کنند فکر می کنید چرا خدا مسیح و همینطور مسیحیان نور نامیده می شوند؟ در اول یوحنا فصل یک آیه پنج خدا نور نامیده می شود چون او منشه کل حیات مادی و حیات روحانی است او تمام موجودات مادی که در سر تا سر هستی می خلق کرده است او با مرگ مسیح و قیام او به ما حیاتی تازه داده است. در یوحنا فصل 8 آیه 12 عیسی مسیح نور این جهان نامیده شده است. چون او ذات خدا به خصوص صفات و شخصیت او را برای ما آشکار کرده است. ویژگی های پرجلال خدا از طریق عیسی مسیح به صورت ای در میان جهان درخشید. او معرفت را بر نادانان، حقیقت را بر خطاکاران و حکمت را بر نادانان اعلام می کند. ایسا قدوسیت را بر ناپاکان، عدالت را بر شریران و محبت را بر کسانی که قلبشان پر از نفرت شده آشکار می سازد. او شادی را بر غمگینان نمایان می سازد. به آنانی که می ترسند شجاعت می بخشد. و حضور و نزدیکی خدا را به آنانی که تنها و مترود هستند آشکار می کند. ایسا مسیحیان را در متا فصل پنج آیه چارده نور عالم نامیده است. مسیحیان هرگز به خودی خود نور نیستند بلکه آنها ویژگی های خدا به خصوص تقدس، عدالت و محبت او را به جهان منعکس می کنند. مفهوم مشارکت مسیحی چیست؟ واژه مشارکت یعنی ارتباط نزدیک، همکاری و معاشرت. اول، مسیحیان رابطه و مشارکتی نزدیک با خدای تسلیس دارند. اول یوحنا فصل یک آیه سه میگوید باز هم میگویم ما با شما درباره چیزی سخن میگوییم که خودمان دیده ایم و شنیده ایم. تا شما نیز بتوانید مانند ما با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح رابطه نزدیک داشته باشید. و دوم قرنتیان فصل 13 آیه 14 می گوید که مشارکت روح القدس با همه شما باد. مسیحیان ارتباط نزدیک و شخصی با خدای زنده برقرار می کنند که خود را در کتاب مقدس به عنوان خدای پدر، خدای پسر، و روح القدس آشکار نمود. فیلیپیان فصل 3 آیه 10 میگوید که مسیحیان همچنین دارای مشارکتی هستند که شامل شراکت در رنجهای ایسای مسیح نیز هست. ارتباط نزدیک با ایسای مسیح موجب می شود که همه مسیحیان در برکات و رنجهای او شریک کردند. دوم، مشارکت مسیحی رابطه و مشارکتی نزدیک با سایر مسییان است اول یوحنا فصل یک آیه سه همچنین میگوید که باز هم میگویم ما با شما درباره چیزی سخن میگوییم که خودمان دیده ایم و شنیده ایم تا شما نیز بتوانید مانند ما با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح رابطه نزدیک داشته باشید مسیحیان بایستی با مسیحیان دیگر سر تا سر جهان نیز ارتباط برقرار کنند همه مسیحیان جهان یک خانواده بزرگ هستند آنها یک پدر در آسمان دارند و برادر و خواهر یکدیگر می باشند ابرانیان فصل ده آیه 33-34 می گوید که مسیحیان دوش به دوش سایر مسیحیان دنیا می که مورد آزار و توهین قرار می گرفتند مسیحیان شریک هم هستند وقتی تحت جفا قرار می گیرند و اموال آنها مصادره می شود. مسیحیان در اموال و ثروت خود نیز شریک یکدیگر هستند و مسیحیان در رحمت و بخشش نیز شریک یکدیگر هستند. رابطه نزدیک با سایر مسیحیان باعث می شود که تمام مسیحیان در برکات و در رنجهایشان با هم شریک باشند. سوم، مشارکت مسیحی شامل انجام کارهای مهم به اتفاق همدیگر است مسیحیان خود را وقف تعالیم کتاب مقدس و دعا می کنند آنها همدیگر را ملاقات و با هم غذا می خورند در رفع نیازهایشان به هم کمک می کنند و پیغام انجیل را با دیگران در میان می گذارند کیفیت مشارکت مسیحی با وقف مسیحیان به کتاب مقدس و دعا تعیین می شود و اینکه آنها چگونه دیگران را در زندگی و اموال خود شریک می سازند و چگونه در عدالت و در نور قدم می زنند. چهارم مشارکت مسیحی فقط با سایر مسیحیان امکان پذیر است نه با بی ایمانان. در اول یوحنا فصل یک آیه هفت می خانیم. اما اگر در نور به سر می بریم همانطور که خدا در نور است در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم. مشارکت مسیحی فقط ما بین مسیحیان امکان پذیر است که در نور قدم میزنند. در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 میخوانیم با بی ایمانان پیوند و همبستگی ایجاد نکنید. آیا می تواند بین پاکی و گناه پیوندی باشد؟ آیا نور و تاریکی با یکدیگر ارتباطی دارند؟ از این آیه بسیار آشکار است که مشارکت مسیح با غیر ایمانداران و انسانهایی که در شرارت یا در تاریکی زندگی می کنند امکان پذیر نیست. مشارکت فقط با ایمانداران واقعی امکان پذیر است که در عدالت و نور زندگی می کنند. ارتباط نزدیک با خدا و سایر مسیحیان فقط بین مسیحیان امکان پذیر است که واقعا به عیسی مسیح ایمان دارند و آنچه در نظر او درست است انجام می دهند. واجه سلوک کردن یا گام زدن در کتاب مقدس دارای اهمیت زیادی است. این واژه هم سلوک کردن و هم زندگی کردن ترجمه می شود و مربوط به رفتار مسیحی است. کتاب مقدس در مورد سلوک کردن و یا زندگی کردن چه تعلیمی می دهد؟ اول کتاب مقدس تعلیم می دهد آنطور که سزاوار عمل خدا است باید رفتار کنید در افسوسیان فصل چهار آیه یک میخوانیم از شما التماس میکنم طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد مقامی که خدا به شما عطا کرده است مسیحیان بایستی آنطور که خدا به آنها در عیسی مسیح و در کتاب مقدس تعلیم داده است رفتار کنند آنها بایستی به خصوص در تقدس و محبت زندگی کنند. دوم، کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیحیان بایستی در محبت رفتار کنند. در افسوسیان فصل پنج آیه دو می نسبت به دیگران پر از محبت باشید. در این زمینه مسیح الگوی شما باشد که آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهانمان را پاک سازد. خدا نیز از این قربانی خوشنود شد زیرا محبت مسیح نسبت به ما در نظر خدا همچون عطری خوشبو بود. پس مسیحیان بایستی آنطور رفتار کنند که مسیح رفتار کرد و اگر در موقعیت ایشان بود آنطور رفتار می کرد. رفتار یا زندگی مسیحی کاملا مسیحوار است. سوم کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیحیان بایستی در حکمت رفتار کنند. در افسوسیان فصل پنج آیه پونزده الا شونزده می پس مراقب اعمال و رفتارتان باشید زیرا در روزهای دشواری زندگی می کنید. به همین جهت جهالت و نادانی را از خود دور کرده عاقل و خردندیش باشید و از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک به آورید. پس مسیحیان بایستی در همه موقعیت زندگیشان با حکمت رفتار کنند. به این معنی که برای رسیدن به عالی‌ترین اهداف زندگی بهترین ابزار را به کار گیرند و از هر فرصتی که به دست می آورند برای پیشبرد ملکوت خدا استفاده کنند. چهارم کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیحیان بایستی به نحوه شایسته رفتار کنند. در رومیان فصل سیزده آیه سیزده الا چارده می خانیم شب به پایان خود رسیده روز نزدیک است. بنابراین اعمال گناه آلود تاریکی را کنار گذارده در نور خدا زندگی پاک و مقدسی را در پیش گیرید. زیرا این وظیفه ماست که در نور زندگی کنیم. آنچه می کنیم با شایستگی باشد. از حضور در محافل عیاشی و نیز از مستی و زنا و رانی و دعوا و حسادت بپریزید. تمام وجودتان از آن مسیح باشد. به دنیای هوسهای جسم نروید. منظور از بزم جشنهای های افراتی است که همواره با پرخوری، پرنوشی، رقص وحشیانه و آوازخانی و معمولا همراه با خوشگذرانی و بیبند و باری است. بعض خوشگذرانی بیبرنوارانه است که در آنجا قوانین اخلاقی پذیرفته شده زیر پا گذاشته می شوند. منظور از عیاشی افراد در شهوات جسمی، گمراهی، انحرافت از فضایل و اخلاقیات و به طور خلاصه رفتارهای ناشایست و قبیه است. پس مسیحیان نباید در جشنهای وحشیانه و یا زیافتهای افراتی شرکت کنند. که بین غیر مسیحیان رایج است. پنجم کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیحیان بایستی طوری رفتار کنند که خدا را خشنود سازد و احترام مردم بیرون را جلب کند. در اول تسالونیکیان فصل چهار آیه یک و دوازده می خانیم. برادران عزیز اجازه بدهید نکته دیگری نیز اضافه کنم شما به خوبی میدانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید. زیرا احکامی را که از جانب ایسای خداوند به شما داده ایم میدانید. اما به نام ایسای خداوند از شما تقاضا می کنم که در این خصوص کوشش بیشتری بنمایید به, به این ترتیب غیر مسیحیان نیز به شما اعتماد کرده احترام خواهند گذاشت. در زم دست نیاز به سوی این و آن دراز نخواهید کرد. مسیحیان بایستی برای امرار معاش کار کنند و نباید برای سایر مسیحیان یا اجتماع خود انگل باشند. کار و رفتار مسیحیان باعث جلب احترام مردم بیرون می شود و خدا را خشنود سازد. ششم کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیحیان بایستی در راستی سلوک کنند. در سوم یوحنا آیه سمی خانیم، وقتی برادران مسیحی ما به اینجا آمدند، مرا بسیار شاد کردند، زیرا به من خبر دادند که به حقایق الهی وفاداری و مطابق احکام انجیل رفتار می کنی. رفتار مسیحی نباید در وهله اول با فرهنگ آن شخص تعیین شود، بلکه با راستی کتاب مقدس. مسیحیان بایستی بر اساس آن راستی که در کتاب مقدس آشکار شده است زندگی کنند و همیشه در راستی سخن بگویند. هفتم کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیحیان بایستی در روح القدس رفتار کنند. در غلاطیان فصل پنج آیه شونزده می خانیم. از این رو به شما توصیه می کنم که از عوامر روح خدا پیروی کنید او به شما خواهد آموخت که چه بکنید و کجا بروید در این صورت دیگر برده امیال نفس سرکش خود نخواهید بود مسیحیان بایستی به روح القدس اجازه بدهند که روح القدس آنها را هدایت و بر زندگی و رفتار روزانه آنها مسلط باشد روح القدس این را امکان پذیر می سازد که مسیحیان بر اساس راستی زندگی کنند و خدا را خوشنوس سازند هشتم کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیحیان بایستی در کارهای نیک سلوک کنند. در افسوسیان فصل دو آیه ده می خانیم. این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است و از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. مسیحیان بایستی به خصوص خود را وقف کارهای نیکی کنند که خدا در کتاب مقدس آنها را آشکار کرده است. خون عیسی مسیح همیشه یک رابطه از هم گسیخته را احیا می کند. مفهوم این کلمه یعنی خون ایسای مسیح چیست؟ خون عیسی مسیح ماده جادویی نیست که دارای نوع قدرت خاصی باشد. ایمان مسیحی جادوگری را رد می کند. خون عیسی مسیح خونی است که بر روی صلیب ریخته شد. این عبارت سمبولی است از مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب و همچنین برکت مرگ او برای ایمانداران. یکی از نتایج مرگ او به جای مسیحیان بخشش است. چون ما مسیحیان هنوز کامل نشدیم و باز هم در گناه میافتیم، احتیاج به پاکی از گناهان داریم. وقتی گناه می و یا وقتی در تاریکی سلوک می کنیم پس مشارکت ما با خدا و با سایر مسیحیان قطع شده است. در صورتی که وقتی گناهان خود را به خدا اعتراف می کنیم او ما را دوباره و دوباره می بخشد چون مسیح مجازات گناه ما را بر خود گرفته است. نکته دو حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس شیوه حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس چهار مرحله دارد. قدم یک تعمق کنید و آن آیه را قبل از حفظ کردن درک کنید. قدم دو بنویسید. آیه را روی یک کارت و یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان را در بالای آن بنویسید. عنوان امروز مشارکت است. زیر آن محل آیه را بنویسید. محل آیه امروز اول یوحنا فصل یک آیه هفته است. و زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم سه حفظ کنید. آیه را به شیوه درست حفظ کنید. همیشه با نام عنوان، محل آیه و خط اول آیه شروع کنید. بهتر است که محل آیه را دو بار یاد بگیرید. یک بار در شروع آیه و سپس در انتهای آیه. قدم چهار مرور کنید. آیات جدید کتاب مقدس را هر روز به مدت پنج هفته مرور کنید و آیات قبلی را حداقل یک بار هر سه هفته مرور کنید. بیایید آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم. پس بدون اینکه به کتاب مقدس یا دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، به نوبت قسمتی از آیه را تکرار کنیم. مشارکت, مشارکت. اول یوحنا فصل یک آیه, آیه هفت. اما اگر در نور به سر میبریم همانطور که خدا در نور است در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم مشارکت اول یوحنا فصل یک آیه هفت اما اگر در نور به سر میبریم همانطور که خدا در نور است در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم مشارکت اول یوحنا فصل یک آیه هفت اما اگر در نور به سر میبریم همانطور که خدا در نور است در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم و خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک میسازد اول یوحنا فصل یک آیه هفت مشارکت اول یوحنا فصل یک آیه هفت اما اگر در نور به سر میبریم همانطور که خدا در نور است در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم و خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. اول یوحنا فصل یک آیه هفت چرا مهم است که آیه کتاب مقدس را بدون حتی یک اشتباه حفظ کنیم؟ چون از یاد بردن نکته اشتباهی که حفظ کرده باشیم بسیار مشکل است. به علاوه این بسیار ساده تر است که آیه های کتاب مقدس را حفظ و مرور کنیم و به یاد بیاوریم وقتی آنها را بدون اشتباهی حفظ کرده باشیم. نکته سه مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم پنج آیه آخری که حفظ کرده ایم مرور کنیم. مجموعه اطمینان مسیحی آیات چهار، پنج و مجموعه ی حیات نو آیات یک تا سه اطمینان از بخشش اول یوحنا فصل یک آیه نو اما اگر به گناهان خود اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می کند او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد اول یوحنا فصل یک آیه نه اطمینان از هدایت خدا امثال فصل 3 آیه 5 الی 6 با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما در هر کاری که انجام می دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت امثال فصل 3 آیه 5 الی 6 مسیح دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه‌ای است چیزهای کهنه درگذشت اینک همه چیز تازه شده است دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 کلام خدا متی فصل 4 آیه 4 عیسی در جواب گفت کتاب مقدس می‌فرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه به هر کلمه ای که خدا میفرماید متا فصل چهار آیه چهار دعا یوحنا فصل پونزده آیه هفت ولی اگر در من بمانید و از کلام من اطاعت کنید هر چه بخواهید به شما داده خواهد شد یوحنا فصل پونزده آیه هفت تکلیف برای هفته بعد اول پنج آیه آخری که حفظ کرده اید را یک بار در روز به مدت پنج هفته مرور کنید دوم کتاب های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www. نت مراجعه کنید این آدرس را به حروف تکرار می کنم www. d o سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره سازی از رادیو گوش کنید روز باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ دو تکرار می کنم دو و همینطور ایمیل آدرس w با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیو جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.